سلام به تمام عزیزان حاشیه نیوزی و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به کانال میلیتاریست های یوتیوب خوش اومدید. باز هم با یه نظامی دیگه در خدمتتون هستیم و خیلی خوشحالیم از این که ما رو تماشا میکنید و در تلاش هستیم تا براتون بهترین ها رو آماده کنیم. توی این برنامه با هم میخوایم یه سر به گذشته نظامی ایران بزنیم و از وقتهایی که ایران داشت تبدیل به یکی از قدرتمندترین های جهان میشد، اما با یه تصمیم مسئولین وقت این امر خطیر بر باد رفت. اما با این حال هنوز هم ایران از تجهیزاتی استفاده میکنه که از اون زمان براش باقی مونده. با ما همراه باشید تا شما رو با خریدهای نظامی دوران شاه آشنا کنیم و با هم از اموری که اون زمان اتفاق افتاد مطالب جالبی رو ببینیم. پس این ویدیو رو با لایک ها و کامنت های خوبتون همراهی کنید و اگه تا حالا به کانال میلیتاریست های یوتیوب نپیوستید، سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله مبارک از جدیدترین برنامه های ما با خبر بشید. ایران توی اواخر دوران حکومت پهلوی بزرگترین قرارداد تسلیحاتی رو با آمریکا منعقد کرد که توی تاریخ ایران میشه گفت که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ ایران تا اون زمان به حساب میومد که شامل خرید یه تعداد F-16 و سیستم‌های پدافندی زمین پایی و تسلیحات دیگه و همچنین تعدادی ناوشکن قدرتمند بود. یک بند توی قرارداد ایران بود که توی اون گفته شده بود که اگه ایران به صورت یک طرفه قرارداد رو لغو کنه، مبلغی که به عنوان پیش قرارداد پرداخت شده قابل وصول نیست و اگه آمریکا قرارداد رو به صورت یک جانبه فسخ کنه، معادل مبلغ پیش پرداخت رو به ایران به عنوان خسارت باید پرداخت کنه. سپهبد خلبان آذر برزین، فرمانده وقت نیروی هوایی، توی کتاب فرماندهی و نافرمانی که خاطرات ایشون هستش، گفته که من صبح داشتم به طرف دفتر نخست وزیری میرفتم که از رادیوی ماشین اعلام شد که ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت همه قراردادهای نظامی رو با آمریکا فسخ کرده. ایشون گفت بلافاصله با دفتر آقای بازرگان تماس گرفتم و به ایشون گفتم شما در جریان فسخ قراردادهای نظامی هستید؟ ایشون هم گفتن نه، با من هماهنگ نشده. من هم ضمن توضیح بند قرارداد گفتم آقای مهندس، این اقدام فقط توی بخش نیروی هوایی که زیرمجموعه منه بیشتر از 10 میلیارد دلار خسارت به ما میزنه. بقیه نیروها رو من اطلاع ندارم، ولی توی بقیه نیروها خصوصا نیروی دریایی هم باید بیشتر از این رقم خسارت وارد شده باشه. آقای بازرگان هم بلافاصله پیگیر جریان شدن، ولی متاسفانه گوی آقای یزدی وزیر خارجه اصلا زیرمجموعه نخست وزیر نبود و از ایشون دستور نمی گرفت. با به وجود اومدن بحران مالی و زیر سوال رفتن گرومن، ایران اقدام به پرداخت وام به این شرکت کرد و گرومن رو از دل کنگره آمریکا بیرون کشید و با این شرایط شاه که قبلا نسبت به F-14 ابراز علاقه کرده بود، اقدام به سفارش 80 فروندی با سفارش اولیه 10 فروند و حق گزینش 80 فروند دیگه کرد. دریافت تامکت ها با فراز و نشیب های فراوونی همراه بود، از جمله مخالفت کنگره آمریکا و در نهایت جنگنده های تامکت که توی اون زمان 17 میلیون دلار قیمت داشتن به ایران ارسال شد. جالب اینه که بهای واقعی که با احتساب رشوه ها و سایر هزینه ها برای این هواپیما پرداخت شد، به ازای هر هواپیما 27 میلیون دلار بود، یعنی روی هر جنگنده 10 میلیون دلار هزینه کلی پرداخت شده بود و در نهایت بالغ بر 2.2 میلیون دلار شد. دومین سفارش برای 70 فروند دوم در جریان بود که با وقوع انقلاب لغو شد. در نهایت تا سال 57 ایران دارای 77 فروند تامکت فعال توی قالب 4 تا اسکادران بود. مسئله دوم مسئله آواکس ها بود که توی سالهای 54 و 55 تا 56 ایران سفارشی برای 7 فروند آواکس از نوع ای3 ارائه کرد که با مخالفت کنگره آمریکا مواجه شد و موضوع فروش تجهیزات پیشرفته به ایران برای خود آمریکا هم به یه مشکل تبدیل شده بود. سنا مخالف فروش آواکس بود و توی سال 56 کنگره آمریکا رسما مخالفت خودش رو با این امر اعلام کرد. بنابراین دولت کارتر که هنوز موافق فروش آواکس به ایران بود، برای راضی کردن کنگره اقدام به برداشت یه سری سیستم های اساس از روی نمونه اصلی آواکس کرد و شاه هم چون چاره ای نداشت این اقدام رو قبول کرد. اما این آواکس ها هیچ وقت به ایران تحویل نشد، چون تاریخ تحویل اونها 1360 بود و توی سال 57 انقلاب شد. در نتیجه آواکس ها به عربستان تحویل شد. مسئله بعدی مسئله F-16 ها بود. بر اساس رویه گسترش نیروی هوایی توسط شاه، یک درخواست برای 160 فروند F-16 فالکون و حق گزینش 140 فروند دیگه به ارزش 3.4 میلیارد دلار برای آمریکا ارسال شد. با تمام مشکلات و مخالفت ها، توی تاریخ 1976 کیسینجر با فروش 160 فروند F-16 موافقت کرد. قرار بود این هواپیماها تا تاریخ 1979 الی 1983 تحویل بشن. گفتگوها برای 140 فروند بعدی هم در جریان بود.
آموزش پرسنل و ارسال تجهیزات پشتیبانی انجام شد، ولی هرگز هیچ F-16 به ایران تحویل نشد. با وقوع انقلاب این قرارداد لغو شد. 75 فروند از F-16 هایی که تولید و برای تحویل آماده بودند به اسرائیل داده شد که امروز همگی از خدمت خارج شدند. مسئله بعدی مسئله F-18 ها بود. شاه به طور جدی خرید جنگنده های F-18L رو برای افزایش توان تهاجمی خودش پیگیری می‌کرد. از همین رو سپهبد طوفانیان توی سال 1976 سفارش برای 200-250 فروند F-18 به ارزش 2.5 میلیارد ارائه کرد که این سفارش مورد قبول کنگره آمریکا قرار نگرفت. F-18L نسخه زمین پایه برای صادرات بود که تنها ایران به شکل خاص دنبالش بود. اگرچه توی اواخر حکومت پهلوی ایران در حال پیشرفت در مذاکرات بود، ولی این سفارش هیچ وقت صورت نگرفت و برنامه این نسخه هم لغو شد. اما در ادامه برای F-15 ها چه اتفاقی افتاد؟ همچنین شاه علاقمند بود تا بتونه 100 فروند F-15 سفارش بده. گفتگوهایی برای این سفارش شروع شده بود که با وقوع انقلاب نیمه کاره لغو شد و هیچ سفارشی حتی ارائه نشد. اما در مورد ایبکس ها، سازمان سیا ایران را تشویق به خرید سامانه ایبکس کرد. ایبکس ها سامانه پیشرفته جاسوسی بودن و قادر بودن سراسر خاورمیانه رو پوشش بدن. لزوم این پروژه برای سیستم های دفاع هوایی مدت ها مورد بحث بود، تا اینکه سرانجام این پروژه 500 میلیون دلاری با رشوه های گزافی که داده شد تایید شد و انجام پروژه آغاز شد. البته در میونه کار به دلیل ترور برخی از عوامل آمریکایی کار نیمه کاره رها شد. در ادامه ایران به دنبال 4 تا ناوشکن کلاس کوروش به عنوان سنگین ترین ناوشکن قرن گذشته بود. 4 فروند از این ناوشکن سفارش داده شد و توی سال 1978 یکی از اونها به آب انداخته شد، ولی در نهایت به دلیل انقلاب هیچ کدوم تحویل نشد. از قرار معلوم ایران فقط یه بخش از پول این ناوشکن ها رو پرداخت کرده بود. مسئله بعدی خرید 27 فروند بالگرد شینوک تولید از آگوستای ایتالیا هم از موارد لغو شده هستش. ایران قبل از انقلاب تا 2 تا سفارش شینوک دریافت کرد، ولی سفارش دوم شامل 53 فروند بود که تنها 26 فروند از اونها تحویل شد و بقیه سفارش ها با وقوع انقلاب لغو شد. ایران همچنین بیش از 1000 تا موشک از جمله اسپارو 380 فروند، سایدواندر 362 تیره، فونیکس 150 تیره و موشک ضد رادار شرایک 25 تیره و موشک ضد کشتی هارپون هم توی سفارشات خودش داشت که با انقلاب ایران لغو شد. ایران 2 تا زیردریایی دیزل تهاجمی کلاس تروت رو هم سفارش داد که برنامه‌ای که هر دو دست دوم بودن و برای آموزش خدمه و آشنایی نیروی دریایی ایران با زیردریایی سفارش داده شد. تا توی دهه 1980 ایران زیردریایی بیشتری بخرید، ولی در نهایت تنها 1 فروند قبل از انقلاب بهسازی و خدمه ایرانی آموزش داده شد که با وقوع انقلاب این 1 فروند هم تحویل نشد. بین سفارش های تحویل نشده 31 فروند فانتوم هم از آخرین سفارش فانتوم به ایران هم وجود داره. این سفارش 38 فروند بود که 7 فروند تحویل شد. ایران 15 شناور تندروی کلاس کمان به فرانسه سفارش داده که تنها 12 فروند اون تحویل شد. 3 فروند هم بعد از انقلاب حتی ته جنگ تحویل شد، ولی 3 فروند آخر تحویل نشد. ایران قبل از انقلاب 200 اراده توپ ضد هوایی خودکششی سیلکا سفارش داد که بخشی از اون تحویل شد و بخشی از قرارداد هم لغو شد. ایران همچنین به دنبال خرید نفربری BMP-1 هم از شوروی بود، ولی معلوم نیست در نهایت آیا اصلا قراردادی امضا شد و یا نه. بعد از اون هم ایران مدتی به دنبال خرید موشک بالستیک لنز سر، بمب افکن تاکتیک F-111 و همچنین F-4G بود، ولی با مخالفت آمریکا مواجه شد. بدین ترتیب پایانی این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. لطفاً اگه از این برنامه لذت بردید، اون رو برای دوستانتون به اشتراک بگذارید و اگه تا حالا به خانواده حاشیه نیوزی ها نپیوستید، با زدن کلید سابسکرایب به خانواده ما بپیوندید. تا برنامه بعدی از این کانال، خدا نگهدار.